نونا میر، از اینکه با ما هستید سپاسگزارم. چرا ما امروز شاهد افزایش اقدامات خشونت‌آمیز علیه اقلیت یهودیان در آلمان و فرانسه هستیم؟ اول اینکه این موضوع جدید نیست. در واقع از سال 2000 میلادی با انتفاضه دوم حملات و اقدامات خشونت‌آمیز علیه یهودیان در سراسر اروپا افزایش یافته است. بنابراین درگیری‌های اسرائیلی فلسطینی بر این موضوع تاثیر داشته و باعث شده است که بیش از 1000 اقدام و تهدید در فرانسه دیده شود. اما در سال 2017 میلادی در پی تنش‌های هویتی همچنین افزایش قدرت راست‌های عوامگرا و راستهای افراطی این خشونت‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافت. نقش شبکه‌های اجتماعی را نیز در این باره نمی‌توان نادیده گرفت. همه این موارد منجر به افزایش خشونت شد. نه صرفاً خشونت علیه یهودیان، بلکه ما شاهد خشونت علیه همجنسگرایان و حتی زنان مسلمان محجبه نیز بودیم. ما در فضایی قرار داریم که خشونت را تحریک می‌کند. گفته می شود میان پناهجویانی که به آلمان می آیند و با اسرائیل مخالفند و افزایش اقدامات یهود ستیزانه ارتباطی وجود دارد. آیا شما در تحقیقاتتان به چنین نتیجه رسیده اید؟ تعدادی حمله شخصی دیده شده، اما این گونه حملات افزایش نیافتند. بی تردید در جوامع یهودی ترسی نسبت به وجود دیدگاه‌های ضد یهود در میان پناهجویانی که با اسرائیل مخالفند و به این کشورها پناهنده می‌شوند وجود دارد. اما درباره کشور آلمان که شما به آن اشاره کردید، می‌بینید که 92% از اقدامات خشونت‌آمیزی که در سال 2017 میلادی روی داده به گروه‌های راست افراطی مرتبط بوده است. در دیگر کشورهای غرب اروپا وضعیت چگونه است؟ مثلا در بریتانیا، بلژیک یا دیگر همسایگان؟ در همه جا از سال 2000 میلادی به این سو خشونت‌ها علیه یهودیان افزایش یافته و در زمان عملیات نیروهای اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی این خشونت‌ها به اوج رسیده است. بنابراین بار دیگر این انتفاضه است که در سرزمین‌های اروپایی ایفای نقش می‌کند. بله، موضوع اسلام‌گرایان تروریست و القاعده و اکنون موضوع داعش نیز مطرح است. اما چیز دیگری هم هست که درباره‌اش صحبت نکردیم و آن رفتارهای یهودی ستیزانه ای است که هر روز روی می‌دهد. مثل شنیدن ناسزا و تحقیر که لزوماً هم به پلیس گزارش داده نمی‌شود، اما دردناک‌تر است. کمی هم درباره شرق اروپا صحبت کنیم، جایی که یهود ستیزی به دلایل تاریخی به گونه‌ای متفاوت دیده می‌شود. در اروپای شرقی کمونیسم باعث شده که رفتار با یهودیان در سطح رفتارهای دهه 30 باقی بماند. بنابراین چیزی مانند کشورهای دموکراتیک غرب اروپا در موضوع آگاهسازی و تلاش برای حفظ خاطرات دیده نمی شود. همچنین در آن کشورها راست افراطی عوامگرا به شدت قدرت گرفته و بر این اساس به یهودیان مانند موانعی برای رسیدن به آرمانها نگریسته می شود. در این باره می توان به موضوع جورج سوروس در مجارستان یا بازنویسی تاریخ در لهستان اشاره کرد. آیا امروز یهودیان در اروپا اقلیتی هستند که بیش از همه تهدید می‌شوند؟ برای پاسخ باید به تعداد کم یهودیان در اروپا بنگریم. فرانسه بزرگترین جامعه یهودیان اروپا را دارد. شمار یهودیان در این کشور 500 هزار نفر است که 0.6% از کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد و به نسبت تعداد آنها یهودیان در این جامعه اقلیتی هستند که شمار شکایت‌هایشان نزد پلیس بیش از دیگر اقلیت هاست. آیا این اقلیتی با بیشترین انگ در اروپا است؟ نه، بیشترین انگ ها در اروپا به جامعه رومانیایی ها وارد می شود. از اینکه با ما بودید سپاسگزارم. از دعوت شما ممنونم.